درود بر دوستان عزیز. امروز میخوام خلاصه بخشهایی از یک کتاب تغذیه از یک متخصص خیلی معروفه به نام هربرت شلتون که این خلاصش رو برای شما بخونم، یعنی خلاصش رو فقط بخشهای کوتاهش. آقای هربرت شلتون معتقده که تمام بیماری ها از این به وجود میاد که انسان غذای طبیعی خودش رو نمیخوره و غذاهایی میخوره که این غذاها درست هضم نمیشه چون غذای طبیعی انسان نیست و اینها در بدن تولید سم میکنه و بعد کم 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 به یه سنی که میرسه انسان دچار بیماری میشه. ما میبینیم که خیلی از جوانا میگن که ما همه چی میخوریم، هر کاری هم دلمون میخواد میکنیم، ولی هیچ صدمه ای به ما نمیزنه و خیلی از بیمارای مزمن همین حرفا رو وقتی جوانتر بودن میزدن، ولی حالا بیمار شدن و حالا ناراحتن که دوست دارن برگردن به اون موقعی که درد نداشتن و هرچی دلشون میخواست میخوردن. تعداد کمی از مردم هستن که به فکر نحوه خوردنشون هستن، یعنی بیشتر مردم فقط موقع که مریض میشن به فکر نحوه خوردنشون میفتن، به فکر نحوه تغذیهشون میفتن و حتی وقتی که خیلی ها وقتی که بیمارم میشن بازم به فکر تغذیه خودشون نیستن، بلکه میرن نگاه میکنن دنبال این که ببینن که چی خوردن که بیمار شدن، در صورتی که یک چیز نبوده که اینا رو بیمار کرده، کل نحوه تغذیهشون بوده که از بچگی تا الان اینا رو کم 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 به اینجا رسونده که بیمار شدن. و یا اینکه اینا وقتی بیمار شدن میرن دنبال یک چیزی بگردن که اینو بخورن که بیماریشون خوب بشه، در صورتی که یک چیز هیچ وقت نیست که یه چیز بیاد بیماری های ما رو خوب کنه. ما این همه سال غذاهای ناجور خوردیم و حتی غذاهایی که فکر میکردیم خیلی خوبه، پروتئین داره، مواد مغذی دیگه داره، ولی چون غذای طبیعی ما نبوده، هضم نشده، در بدن سم به وجود آورده و حالا اینطوری این سم جمع شده و ما رو بیمار کرده. خب مثلا غذای طبیعی ما مثلا شیر، خب اگه آدم یه خود فکر کنه منطقش رو به کار بندازه میبینه که شیر گاو یا شیر گوسفند که نمیتونه غذای انسان باشه، شیر گاو یا گوسفند غذای همون بچه گاوه، یعنی گوساله است و برای مثال تخم مرغ باید جوجه بشه و اونم نمیتونه غذای طبیعی انسان باشه. بله وقتی ما جوان هستیم خیلی مغروریم و فکر میکنیم هرچی بخوریم هیچ صدمه ای به ما نمیزنه، ولی در سنین بالاتر تازه اون اثرات تغذیه ناسالم رو خواهیم دید و درد و رنج و بیماری به سراغمون میاد. آقای هربرت شلتون میگه که بیماری به وجود نمیاد مگر اینکه ما خودمون باعث بیماری بشیم. چطوری؟ به این صورت که ما غذاهای برای ما ساخته شده نخوریم، غذاهایی بخوریم که برای بدن انسان ساخته نشده، حتی اگر این غذاها مواد مغذی داره مثل پروتئین، کلسیم، خیلی مواد دیگه، ولی چون برای بدن انسان ساخته نشده اینها خوب بدن ما نمیتونه اینا رو هضم کنه. برای همین نه تنها موادی که لازم داریم به سلولای بدنمون نمیرسه، بلکه سموم زیادی هم در بدن ما جمع میشه و بعد کم 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 بیمار میشیم. غذای طبیعی ما باید که 50% تا 70% میوه باشه، میوه های تازه و سبزیجات، برگ های سبز سبزیجات مثل کاهو، کرفس و دیگر برگ های سبز و 50% دیگرش خشکبار خام به مقدار کم
سبزیجات ریشه‌ای، سبزیجات دیگه غیر از برگ‌های سبز که اونا رو بهتره به صورت بخارپز مصرف کنیم، و دیگه کمی هم از دانه ها و مثل حبوبات کمی از اینها. خیلی ممنون که به این برنامه نگاه کردیم. تا بعد، خدا نگهدار.